جای دلم جای پای توست حسین، به جای جای دلم پای توست حسین، خوشم که حنجره ام نینوای توست حسین. هزار چشمه اشکم اگر دهند به چشم، خدا گواست که وقف عزای توست حسین. صفا و مروه و رکن و مقام و کعبه من، به کربلات قسم کربلای توست حسین. به هر زمان که بخوانند نسل ها قرآن، درون حنجره هاشان صدای توست حسین. بهشت باد به اهل بهشت ارزانی، بهشت من حرم با صفای توست حسین. سلام بر تو آقا، سلام بر تویی که مانند امروز و امشب زائرانی از جنس حور و ملک داری. سلام بر تو حسین ابن علی، سلام بر تویی که زائرانی از جنس ما فوق بشر داری. سلام ارباب بی همتا و سلام صاحب سفینه نجات حسین. سرود زیباتر از این بر لب ندارم که تو را بخوانم، و زیباترین نام امام رحمت الله الواسع است. و سلام بر تو ای آقای من. السلام علیک یا قمر العشيرة، يا باب الهوائج. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولاي يا قمر الأشيرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن حسين وعلى أولاده.
الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاتي ومقتدانا يا جبل السر يا قيلة العرب يا زينب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. از آن روزی که دل شد آشنای تو، کبوتر شد دل من در هوای تو. کبوتر شد که بگشاید بر و بالا، فراز گنبد و گل دست های تو. کبوتر شد که با دل نام بنویسد، به نام قطره اشکی برای تو. کبوتر شد به نام یک سلام از دل، و اینجا کربلا یعنی صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. خدا رو شکر و سپاس میگویم بابت نعمت خدمتگزاری که دوباره به محضر شما حاضر شدیم و از اینجا برنامه اینجا کربلا رو میخواییم تقدیم شما خوبان کنیم. امیدوارم که خیلی زود دوما رو
توی کربلای معلا ببینیم و از نزدیک عرض ارادتمون رو به ساعت مقدس آقا و مولامون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اعلام بداریم. خدا رو شکر پنجشنبه شد، دومین برنامه سری جدید اینجا کربلا رو داریم تقدیم شما حسینی ها میکنیم. سلام، انشاءالله نوش جانتون به امضای حضرت رسیده باشه انشاءالله و شما هم لذت کامل و وافر برده باشید. بریم و برنامه‌مون رو انشاءالله آرام آرام شروع بکنیم، ببینیم که قرار کجا دلهامون هوایی بشه و امروز با چه موضوعی در خدمت شما خواهیم بود. ذکر حسین شب‌های جمعه دل تو بینو آوای عشق ذکر حسین شب‌های جمعه دل تو بینو توی سرم حرم حرمی چاوش دلم انشالله پایی پات میمیرم سر دوباره هوای حرم چی میشه بازم بگی میبرم بی کربلا از دنیا سیرم هوای ششگوش توی سرم حرم حرمی چاوش دلم انشالله پایین پات میمیرم آهای عشقم ذکر حسین شبهای جمعه دل تو بین و بین عزیز برنامه اینجا کربلا از هر روز ساعت 6 به وقت کربلای معلا، البته اشتباه کردم، هر روز نه، سه روز در هفته، یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت 6 بعد از ظهر مهمون خونه های شما خواهیم بود انشاءالله به حول و قوه الهی. در دوره های قبل ما قرار بود که در بین برنامه هایی که برای شما آماده میکنیم صحبت هایی رو هم بکنیم که بشود حلقه زنجیر بین این میان برنامه ها. در سری جدید یک نظم خاص‌تری به این قضیه دادیم، در حرکت جدیدتری، علی رغم این که شما رو با برنامه هایی که ساخته میشه به عنوان میان برنامه میکشونیم کربلا، قراره یک بار هم به شما تقدیم بکنیم. هر هفته و هر برنامه برای خودش یک موضوع داره که اون موضوع رو با کارشناس میشنویم و پیرامون اون صحبت میکنیم. میتوانید از طریق شماره واتساپی که الان این پایین هک شد برای ما پیرامون اون موضوع هم در لحظه
به طور آنلاین پیام بدید. مثلا امروز موضوع خاصی رو داریم که اول ببینیم کارشناسمون چه میگوین. بریم. من پلی میکنم. در مسائلی صحبت میکنیم که به زندگی بهتر ما میتونه کمک بکنه. یکی از مسائل خیلی ارزشمند و مهم حسن خلق هست. اینکه همه افراد خانواده و حتی جامعه که یک خانواده بزرگ هست با هم با اخلاق خوش، با سیره و رفتار زیبا برخورد بکنن. در روایت آمده که حسن خلق مانند سر بر پیکر آدمی هست. کسی که اخلاق نداره، ایمان نداره، دین نداره. پیامبر خدا با اخلاق خوبشون مردم رو به دین دعوت کردن. ما وقتی میبینیم که در صدر اسلام فوج فوج جمعیت به سوی پیامبر و به سوی دین میامدن، عامل مهم اون رفتار و اخلاق زیبای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده. افراد جاهل و نادان گاهی میامدن پیش پیامبر، اذیت میکردن پیامبر رو، توهین میکردن، جسارت میکردن، ولی پیامبر با مهر و محبت با اونها رفتار میکردن با اخلاق خوش. قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو دارای خلق با عظمتی هستی. قرآن امضا کرده اخلاق زیبای پیامبر رو و به همه ما دستور داده که از اخلاق و سیره پیامبر الگو بگیریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر رو اسوه حسنه خودمون قرار بدیم. گاهی از صحرا می آمدن افرادی که شناختی نسبت به پیامبر نداشتن، زشت‌ترین صحبت‌ها و حرف‌ها رو با پیامبر خدا بیان می‌کردن، تهمت‌ها رو، جسارت‌ها رو محضر حضرت داشتن، اما پیامبر به اونها تبسم می‌کرد، در چهره اونها با روی گشاده نگاه می‌کرد و اونها رو به سوی خدا، به سوی دین دعوت می‌کردن. این اخلاق اگر سرمشق زندگی ما باشه، پدر، مادر، همسر، فرزندان در یک خانه و شریک با شریک خودش، با حسن خلق، با عفو و گذشت و مدارا رفتار بکنه، این زندگی تبدیل به بهشتی خواهد شد. امیدوارم همه ما توفیق حسن خلق داشته باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمت اول رو تقدیم شما کردیم. برنامه امروز ما پیرامون حسن خلق قراره صحبت داشته باشیم. از همکنون میتونید به سامانه پیامک شبکه یا سامانه واتساپی خود برنامه به طور آنلاین نظراتتون رو پیرامون موضوع حسن خلق هم ارسال بکنید و ما انشاءالله بیانات شما، نظرات و دیدگاه های شما رو توی برنامه مطرح خواهیم کرد. تعامل بین ما و شما اینگونه بیشتر خواهد شد. یک سری آثار دنیوی داره حسن خلق برای ما که من تو چند جمله براتون تقدیم میکنم. ببینیم فاصله دوم رو میگیریم. پیوند دوستی رو محکم و پایدار میکنه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خوشرویی دوستی را پایدار میکنه. این حسن خلقه، خوش اخلاق بودنه، تعامل داشتن از روی زیبایی با مردم، نتیجهش اون تداوم است. نگاه میکنیم تو سیره خود حضرات معصومین، از روی حسن خلقی که داشتن، از روی زیبایی اخلاقی که داشتن، جاذبه بیشتری رو برای معرفی دین اسلام یا جذب اونها به سمت خودشون داشتن. لذا نگاه میکنیم امروزه اگر شما یک مثال خیلی کوچیک و دنیایی بزن با بچه بخوای دعوا بکنی نتیجه نمیگیری، اما کافیه به همون بچه‌ای که نافرمانی میکنه، حرف تو رو گوش نمیکنه، اصطلاحاً یه دونه شکلات بدی، اون وقت خیلی به قول معروف
به شما بیشتر احترام میگذاره، حرفت رو بهتر میپذیره. حسن خلق یک آثاری داره در دنیا برای ما. یک، باعث استحکام دوستی و پایداری اون میشه. دو، موجب آبادی سرزمین ها و طول عمر میشه، که باز هم روایت داریم از آقای امام صادق، به درستی که نیکوکاری و خوشخلقی سرزمین ها را آباد و بر عمرها می افزاید، روزی رو زیاد میکنه به فرمایش آقا امیرالمؤمنین، موقعیت اجتماعی انسان رو بهبود میبخشه. فکر نمی کنم توی جامعه امروز ما کسی از آدم خوشخلق خوشش نیاد. از آدم بد اخلاق هست کسی خوشش بیاد؟ مسلماً همه یه جواب بیشتر ندارن، نه. ولی کافیه طرف مال خیلی زیادی نداشته باشه، منصب هم اگر نداشته باشه، ولی وقتی خوش اخلاق امروزیش به علم روزش روابط عمومی خوبی داشته باشه، همه گرد او جمع میشن. نگاه میکنی ناخودآگاه اینهایی که اخلاق خوبی دارن شیرینند، مثل یک آهنربا میمونن، همه مردم دوست دارن با اون ارتباط داشته باشن. و این یک چیز واضح و مبرهنی است، فرار ناپذیر هم هست. حالا میخواد دین تو رو نداشته باشه، آیین تو رو نداشته باشه، اعتقادات تو رو نداشته باشه، با کیش تو هم کاری نداشته باشه، ولی وقتی آدم خوبیه، خوش اخلاقه، زیباست، همه به سمت او ناخودآگاه گرایش پیدا میکنن. لذا نگاه میکنین کسایی که میخوان کار تبلیغی بکنن، میان با یک حسن خلق خاصی با اطرافیانش ارتباط برقرار میکنن، متبسمن دائما، جوانها رو تحویل میگیرن اصطلاحا. متاسفانه ما میبینیم بعضی مواقع توی مساجد بزرگترهای ما، درست سنشون بالا رفته، خلقشون کمه، ولی اونها ضربه میزنن به جوانهایی که بعضی از مواقع هم تازه پاشون به مسجد و اون فضای فرهنگی و مذهبی باز شده، چون حوصله نداره، خلق نداره، او رو خوب تحویل نمیگیره. لذا با اون بد اخلاقی خودش باعث میشه که دافعه داشته باشه به جای اینکه جاذبه داشته باشه. نگاه میکنیم که بهترین نعمتی که خداوند متعال به آقا رسول الله داده همین خلق عظیم اوست، که حسن خلق آقا رسول الله باشه. یک مورد دیگر هم تقدیم بکنم بریم و برگردیم. مشکلات و ناهمواری های زندگی رو هموار میکنه. طبعا وقتی یک کسی پیروانی پیدا کرد، مشکلی هم توی زندگی داشته باشه، همه برای او تلاش میکنن تا اون مشکلش حل بشه. بریم برگردیم. این هم حدیثی که مرتبط با بحث امروز هست. الان فکر میکنم داره کم کم چارت و شاکله برنامه برای شما نقش ببنده، که در سری جدید ما
چجوری قرار کار بکنیم. بله یه کارشناس داریم، موضوع رو برای ما مشخص میکنه، حقیق زنجیره وصل خواهم شد، یک حدیث خواهیم داشت و بیان برنامه هایی که در روزهای مختلف متغیره، مثل یکیش که الان قراره بریم ببینیم مانند تعطیلات کجا بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. اومدیم اینجا تا یک شخصیتی رو به شما معرفی بکنیم و مکان او رو به شما بشناسونیم. مرقد احمد ابن فهد هلیست در خیابون باب القبله، خیابانی که منتهی می شود به حرم آقا سید الشهدا. او از بزرگان و علمای قرن هشتم و نهم هجری است که با مبارزات خودش سعی در اثبات مقام امامت و حقانیت حضرات معصومین داشت. از شما میخوام با من همراه بشید، داخل بریم و ابعاد شخصیتی او رو ولو مختصر خدمت شما معرفی بکنم، انشاءالله که کمال استفاده رو ببرید. ممنونم. علامه ابن فهد هلی در سال 757 قمری چشم به جهان گشود و جزء بزرگترین عالمان قرن هشتم و نهم قرار گرفت. او ما سوای از علامه هلی مشهور که در هله به سر میبرد میبوده. او دائما در حوالی کربلا و در مهمترین نقطه و در نزدیکی حرم آقا سید الشهدا علیه السلام مقامی برای او ترتیب دادن و او ای در این مکان در جوار ارباب خیش آرمیده است. ابن فهد هلی که الان در کنار ذریح او هستیم، یکی از علمای قرن هشتم و نهم بود که او رو به مناظراتش بیشتر میشناسند در جهان علم. آثار مکتوبی از او هم به میان مانده. جالبه بدونید که علما و فضلای مختلفی در رابطه با مقام او و عظمت او صحبت کردند. به عنوان مثال مرحوم میرزا حسین نوری میفرماد که ابن فهد هلی صاحب مقامات عالی در میدان علم و عمل بوده و دارنده خصال روحی و باطنی است که در کمتر انسانی یافت می شود. محقق توستری این گونه برای او می نویسد: شیخ با افتخار، یگانه کامل، نیکبختی که روشنایی مسلمین و راهنمای مؤمنین بوده. او الگوی عالمان و نادره زمان خیش بود و پدر فضائل و نیکی ها بود. جالبه بدونید که در وصف او دیگران این گونه فرمودند که چند نفر جزء ستارگان عالم علم و فقاهتند: سید بحرالعلوم، ابن طاووس و ابن فهد. ابن فهد هلی در بحث و جدل پیرامون امامت و رهبری حضرات معصومین تبحر و دقت خاصی رو داشت و از نشانه های بارز او بین علمای قرن هشتم و نهم مباحث پیرامون امامت بود که همواره در این بحث پیروز بود و علمای بسیاری رو از اهل عامه و سنت
مجاب به پذیرش دین تشیع میکرد. یکی از مهمترین مباحثی رو که در زمان حیاتش انجام داد و تأثیرگذار بود در 84 سالگی بود که به دعوت اسپند میرزا در بغداد حاضر شد. اسپند میرزا پسر قرا یوسف که از حکمرانان محمد جلایر بود از او خواست تا پیرامون امامت و رهبری امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و حضرات معصومین با علمای اهل عامه بحث و گفتگو داشته باشه. او به بغداد حاضر شد و همراه با علمای شیعه در یک طرف و علمای اهل سنت و همفکران اسپند میرزا در طرف دیگر. مباحثه به پایان رسید و پیروز میدان مثل همیشه ابن فهد حلی بود، تا جایی که اسپند میرزا تشیع رو پذیرفت، سکه به نام 12 امام معصوم زد و در دایره حکومتی خیش رسما مذهب تشیع رو اعلام کرد. کرامات مختلفی رو برای ابن فهد حلی هم بیان کردن. روزی یکی از عالمان یهود پیش ابن فهد حلی اومد و رو کرد به ابن فهد که پیغمبر شما این چنین فرموده که علمای ما از پیغمبران یهود بالاترند، آیا صحت داره؟ پیغمبر ما موسی عصای خود رو به اژدها تبدیل میکرد، آیا تو چنین قدرتی داری؟ و تو هم جزء علمای اسلام و مسلمانان هستی. توی این لحظه بیلی در دست ابن فهد حلی بود که او رو رها کرد و به اذن الهی ماری مهیب شد و پس از دقایقی دوباره اون مار به بیل تبدیل شد. آن مرد یهودی رو به ابن فهد کرد و گفت از این نظر تو در رتبه آنها هستی، نه بالاتر از آنها. ابن فهد جواب بسیار زیبایی رو داد که خداوند در قرآن به موسی چنین فرموده است: لا تخف، نترس، اما ما نترسیده بیلمان را تبدیل به ماری خشمین کردیم و دوباره او را گرفتیم و بیل شد. از زیبایی ها و محسنات رفتاری و خلق و خوی ابن فهد حلی این بود که نسبت به آقا سید الشهدا علیه السلام و تربت پاک ایشان احترام خاصی رو قائل بود. همواره مدفوع و فضولات انسانی خودش رو در یک کیسه چیزی نگهداری میکرد و در مسافت بیرون از کربلا و دورتر از حرم و مزجع شریف آقا سید الشهدا علیه السلام اونها رو به خاک می سپرد. او همواره معترف به این معرفت بود که بایستی سرزمین حسین ابن علی پاک از رجس‌ها و ناپاکی‌های انسانی باشه، تا این حد نسبت به مقام امامت احترام می کرد که شایسته است ما هم این چنین رفتار کنیم و از این عالم عارف الگو بگیریم. شاگردان مختلفی رو تربیت و به جهان تشیع و دنیای علم و فقاهت تقدیم کرد: احمد ابن محمد بحرانی، ابن راشد قطیفی، شیخ شمس الدین محمد حولانی عاملی، ظهیرالدین ابن علی عینایی عاملی، شیخ مفلح ابن حسن سمیری، سید محمد ابن فلاح، علی ابن فضل ابن هیکل. کتاب‌ها و تألیفات مختلفی مانند اسرار نماز، تاریخ ائمه علیهم السلام، التحریر در فقه، ترجمة الصلاة در بیان معانی، اقوال، افعال و فواید نماز، تعیین ساعات لیل و تشخیصها به منازل القمر و کتب دیگری رو به رشته تحلیل داشت.
فهد هلی پس از عمر پربرکت و سرشار از تلاش و خستگی ناپذیر در سن 84 سالگی در سال 841 هجری قمری دار دنیا را وداع گفت و قبر او در نزدیکی خیمگاه در مجاورت با حریم آقا سید الشهدا علیه السلام قرار گرفته و مسجع او همواره محل زیارت علما و اهل علم بوده است و خاصه اهل عراق بر زیارت او اهتمام می‌ورزند. انشاءالله علمای صالح دستگیر ما در دنیا و آخرت باشند. یا علی. بینندگان عزیز، این میان برنامه‌ای که دیدیم قسمت اولش بود به عنوان تعطیلات کجا بریم. انشاءالله در برنامه‌های آینده جز ثابت ترین آیتمامون هست و انشاءالله لذت می‌برین. معرفی میشه اماکن خاص، اول کربلای معلا که وقتی شما مشرف خواهید شد به زیارت به مدد آقا سید الشهدا، کجاها رو بایستی برید ببینید و لذت ببرید، و بعد به مرور قسمت‌های بیرونی کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و به همین ترتیب انشاءالله جای مختلفی رو براتون معرفی خواهیم کرد. این همون آیتمی بود که من روز گذشته برنامه قبلی از شما خواستم که میتونید شما به عنوان یک کارگردان، به عنوان فیلم بردار، تصویر بردار و یا خدمت شما روزم که بهتر بگیم به یک برنامه ساز تبدیل بشید با موبایلتون، با یک دوربین مختصر، از اون مکانی که خودتون بهش علاقه دارید، شناخت دارید، نزدیکتون هست، برای ما تصویر بگیرید بفرستید و ما نهایتاً هم به نام شما و هم جزء آیتم‌های برنامه اینجا کربلا تقدیم خواهیم کرد. به امامزاده‌ای سر می‌زنید، به یک حسینیه قدیمی، تکیه‌ها، محل برگزاری تعزیه‌های قدیمی و خیلی جاهای مختلفی که حالا حال و هوای مذهبی داره و برای این جور قشر جای جذابی هست دیدنش و اطلاع پیدا کردن از زمان ساختش، خدمت شما عرضم، قدمتش، آثارش و اینها. برای ما بگید، به ما بفرستید. پنجشنبه هامون یه دونه مهمان داریم توی برنامه به طور زنده ولی تلفنی که الان جناب آقای امینی رو در مشهد مقدس به جهت مسمای دهه رضوی داریم که باشون ارتباط برقرار میکنیم توی دقیقه آینده و انشاءالله دلهامون رو به دست ایشون می سپاریم که توی این لحظات که الان ایران دیگه حوالی اذانه، اذانو دارن میگن و فضای معنوی اونجا رو برای ما از طریق تلفن به استودیو انتقال بدن و بعد به خونه های شما انشاءالله. من یک مورد بگم، امام باقر که صاحب علوم هستند و شکافنده علوم، این چنین می فرماین: کاملترین مؤمن از جهت نیکویی کسانی هستند که حسن خلق دارند. نشون میده که ایمان در وجود انسان ناقص زمانی کامل میشه که انسان حسن خلق داره و ارزش‌های اخلاقی در او نهادینه میشه. بریم. اخلاق کریم از تمایلات عالی انسان است و در نهاد بشر ریشه فطری دارد. افراد بزرگوار و فضیلت دوست اگر بخواهند از سجایای انسانی و کمال اخلاقی برخوردار گردند، می توانند به انگیزه تمایل فطری و کشش طبیعی بدون اعتقاد به عالم آخرت و بی آن که متوقع پاداش الهی باشند، مکارم و فضائل اخلاقی را در وجود خود بیدار کنند. این قبیل افراد هرچند مشرک یا نامسلمان باشند، در آیین اسلام احترام بسیاری دارند.
و اولیای دین به پاس مکارم اخلاق و سجایای انسانی آن را مورد کمال تکریم و توجه قرار می‌دهند. از این رو موقعی که اسرای قبیله تی را به مدینه آوردند، دختر حاتم تایی خود را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معرفی کرد و درخواست عفو و آزادی نمود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند او را رها کنید و آزادش سازید، زیرا پدر او یعنی حاتم تایی دوست داره مکارم اخلاق. خب این هم یکی دیگه از میان برنامه‌ها که با موضوع همراه میشه و اما جناب آقای امینی پشت خط هستن که بنده حقیر بهشون سلام و عرض ادب دارم. جناب آقای امینی سلام علیکم. سلام علیکم، حال سرکار. قربان شما آقا، دهه رضویه رو بر شما و همه بینندگان تبریک و تهنیت عرض میکنم، زیارتاتون قبول باشه انشاءالله. صدای بنده رو خب ارتباط ما قطع شد. بازم خدمتتون عرضم که تا دوباره تماس برقرار بشه. حسن خلق جایگاهش در قیامت رو هم خوبه در یک روایت تقدیم شما بکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید نزدیکترین شما به من از نظر جایگاه در قیامت نیکوترینتان از جهت اخلاق و بهترینتان نسبت به خانوادهش می باشد. آدم خوش اخلاق توی قیامت هم جاش خوبه، توی این دنیا که جاش خوبه توی قیامت هم جاش خوبه. کمال ایمان رو هم از این منظر براتون بگم. آقا رسول الله می فرمایند و یا امام صادق که روایت رو از ایشون دارم براتون نقل میکنم، چهار خصلت اگر در کسی باشد ایمانش کامل میشود، اگرچه سراپای او را گناهان گرفته باشد این گناهان چیزی از او نمیکاهد. فرمودند آن چهار چیز صدق، ادای امانت، حیا و حسن خلق. تلفن برقرار دوباره. سلام جناب آقای امینی. سلام علیکم، حال سرکار خوبه انشاءالله؟ ایامکم قربون شما برم، زیارتتون قبول باشه. سلامت باشه قربان، زیارت شما و همه شیعانی که الان کربلا هستن وار مزرع مبارک حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل هم انشاءالله قبول باشه در این شب جمعه انشاءالله. من دیگه بی مقدمه ارزنی دارم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، در جوار بارگاه ملائک پاسبان ثامن الحجج علی ابن مفرزا علیه السلام در این شب جمعه و در آستانه ولادت آن حضرت و دهه کرامت ولادتشون حضرت معصومه و حضرت ثامن الحجج، جای همه دوستان و محبین اهل بیت خالی اینجا، من این رباعی رو تقدیم کنم. دانی به چه توست غرق انوار آمد، سر تا سر مملکت چراغان آمد، در یازده خجسته ذی‌قعده میلاد رضا شاه خراسان آمد. از اقصی نقاط یا شیعان و محبین و از گوشه و کنار ایران امشب خودشون رو رسوندن در این شب جمعه و در آستانه ولادت امام رضا کنار حرم نورانی امام رضا. فوقاست این حرم، سر تا سر نور و چراغان شده است برای ولادت امام رضا. اما از هر چه بگذریم، حالا درست ایام ولادت امام رضا هست، اما شب جمعه و شب زیارتی امام حسینه. اگر تک تک این زائرینی که اینجا کنار مسجد نورانی امام رضا هستن بگم چی میخواید دیدی،
از امام رضا تک تکشون میگن دلمون میخواد یه شب جمعه ای رو کنار حرم سید و شهدا و حضرت ابوالفضل اونجا بیتوته کنیم. ایدیمون از امام رضا میخواییم زیارت خود امام حسین جد غریبشون و عموشون حضرت ابوالفضل باشه. اجازه بدید حاج آقای موسوی من این چند خط شعر رو تقدیم کنم. بی مناسبتش نیست شب جمعه و شب زیارتی امام حسین. منم از کنار مسجع نورانی امام رضا مرغ دلم رو پرواز میدم، یه پول ارتباطی میزنم کربلا با این زائرینی که اینجا هستن، بگم آقا جان شب جمعه هوایت نکنم میمیرم، حسین جان شب جمعه هوایت نکنم میمیرم، یادی از صحن و سرایت نکنم میمیرم، آقا دوریت درد من و نام تو درمان من است، دوریت درد من و نام تو درمان من است، تا خود صبح صدایت نکنم میمیرم. ابی عبدالله به دعا کردن تو نوکر این خامه شدم، ارباب به دعا کردن تو نوکر این خانه شدم، هر سحر شکر دعایت نکنم میمیرم، حسین جان جان ناقابل من کاش فدای تو شود، اگر این جان به فدایت نکنم میمیرم. و جا داره حالا که کنار حرم امام رضا هستم یادی کنم در این شب جمعه از مرحوم حاج رضای انصاریان، اون ذاکر اون خادمی که تو برنامه های شما هم بودن و با اون نوای ماندگارشون مندگار موندن در دستگاه اهل بیت و اون ذکری که همیشه این بزرگوار میگرفتن، منم به یاد ایشون بخونم. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین آرام جانم، حسین روح و روانم. السلام علیک یا مولای المظلوم یا ابا عبدالله. در خدمتتون هستم قربان. احسن طیب الله. جناب آقای امینی دستتون درد نکنه. آقا ممنون و متشکرم. حالا هوای ما رو مانند اون کبوتر خف که خلاصه مرغ دلم یک بام دارد دو هوا، گه مدینه میرود گه کربلا، الان خلاصه ما کربلا و مشهد الرضا محضر آقا علی ابن موسی رضا، این کبوتر دلمون سرگردون این دو سرزمین مقدس و نورانی و محبت وحی شد. ممنونتونم و خدا رحمت کنه مرحوم حاج رضای انصاریان، واقعا با نوای ماندگارشون چه صلوات خاصه ایشون چه این ذکر. انشاءالله از همه نوکرای امام حسین علیه السلام نام نیک به جا خواهد ماند. آقا یک دعا بفرمایید روبروی گنبد، شما قطعا ایستادین از جانب همه بینندگان ما، یک دعا بفرمایید انشاءالله و من از شما خداحافظی میکنم. بهترین دعا امشب مقابل حرم امام رضا و در این دهه کرامت اینه: اللهم عجل ولیک الفرج. احسنت، خیلی ممنون متشکرم. ما رو فراموش نکنید آقا، بالا سر تو مسجد گوهرشاد، صحن آزادی، جمهوری، هر کجا خاصه اسماعیل طلا که رفتید خواستین آب بنوشید به یاد تشنه لب کربلا، ما رو همونجا یاد بفرمایید. قربون شما برم آقای امینی، ممنون متشکرم.
سلامتون الله. خدا حافظتون باشه انشالله. خب بینندگان عزیز، خدا حافظ شما. یا علی، دقایق بیشتر تا پایان برنامه ما نمانده. البته از باب تایمز 60 دقیقه قرار بوده مهمان خونه های شما بشین، ولی به خاطر تلاقی برنامه با بحث اذان و قرآن که از گلدسته های حرم الان داره صداش کم و بیش ما بین صحبت های من به گوش شما میخوره، باید برنامه رو تموم بکنیم. ولی انشاءالله از برنامه های آینده، یعنی یک شنبه که دوباره مهمون خونه های شما خواهیم بود، پس از اذان دوباره برمیگردیم به شما سلام خواهیم کرد و جبران زمان رفته رو میکنیم که انشاءالله اون 60 دقیقه رو قول دادیم باشیم مهمون شما. الان بریم بیرون برگردیم. خب بینندگان، میدونین ثابت ترین و پرطرفدار ترین بخش برنامه اینجا کربلا اون لحظه ایست که من این تبلته رو دست میگیرم یا برگه های پیامک های کوتاه شما به دست من میرسه و من قراره بشوم نماینده شما، صدا، حرف و گفتار دل شما رو به آقا سید الشهدا علیه السلام برسونم. قبلا میرفتیم پنجره رو باز میکردیم و به آقا سید الشهدا سلام میکردیم. توی این فضای جدیدمون اومدیم و یک حرکتی انجام دادیم، به جای پنجره پرده رو من کنار میزنم. این مسیحایی ترین و زیباترین صحنه ایست که شما میتونید ببینید. ممنونم که قابل میدونید و وقتتون رو به برنامه ما میدید. سلام، خسته نباشید. تقدیم به ساعت قدس ابا عبدالله الحسین و آقا قمر بنی هاشم. خیلی خوشحالم که دوباره برنامه رونق گرفت. سلام من رو هم به محضر آقا برسونید. امیدوارم که نایب الزیاره ما باشید. خواهر شما زمانی از ایران شهر. ممنون، متشکر. انشاءالله ما هم بتونیم این کار رو انجام بدیم. از حرم دورم ولی عیبی ندارد آرزو، یک شب جمعه من و شش گوشه‌ای در پیش رو، تا گره می‌بندم این دل را به کنج آن زری، ناگهان وا می‌شود بغض گرفتار گلو. روسیاهم روسیاهم روسیاه باز، اما تو نبردی از دل من آبرو. دلخوشم با این زیارت های در ذهن خودم، با همین عشق و همین حرف و همین بغض مگو. خوش به حال زائرانی که حرم را دیدند، خوش به حال زائرانی که حرم را دیدند. سهم ما هم یک شب جمعه و کلی آرزو. جناب آقای حمودی از خرمشهر برای ما فرستادن. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جان، زمان زیادی رو انتظار کشیدم تا دوباره بتونم به شما سلام کنم. صدای من رو از راه دور بشنوید و به نگاه رحمتتون محتاجم، به من نگاه کنید. تا کی چشمهایم را باز و بسته کنم و تصویر شما را بر روی دیوار قاب شده ببینم؟ ترسم این است بمیرم و دست حسرت به زیر خاک برم. آرزویم را برآورده کنید و من رو هم زائر کربلا کنید. 913-23-82-2. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. زائر بارانیم آقا، به دادم میرسی بی پر
پناهم، خسته ام، تنها به دادم میرسی. یا امام حسین خیلی میخوام بیام پیش تو. یا حسین من رو برای نوکری در خونتون قبول کنید. سلام خدا بر شما. 913-0-231. دوستان دقت بکنن، میتونن پیام هاشون رو مثل اون دو پیامی که حالا انتخاب شد بر لحظه و خوندم با نام خودشون ارسال بکنن و ما هم نامشون رو توی برنامه میخونیم. قطعا میدونم لذت بخشتر هست. سلام آقا، خیلی 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 چند تا خیلی نوشتن. سلام آقا، خیلی 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 کمکم کن. یا حسین جان ببخش و بیا به جان بی بی خانم رقیه از ما بگذر. آقا جان فدایت بشم، به من نگاه کن. 935-64-51. یک دونه پیام دیگه بچه ها به من اجازه بودن. به نام خدا، السلام علیک یا شهید کربلا. یا حسین دستم به دومنت، دستم رو بگیر، محتاج شفاعت هستم، درموندم، تو رو به جان مادرت فاطمه زهرا، تو رو به جان ابوالفضل عباس کمکم کن، من شرمسارم. 933-99-06. وقت ما تمام و امیدوارم که بتونیم فضای زیباتری رو توی این برنامه برای شما مهیا بکنیم. نواقص رو به ما ببخشید. انشاءالله در برنامه های بعدی مشکل فنی ما هم حل خواهد شد. ما خدمت بزار شما هستیم. در پناه حضرت هر یا رسد بر مشامم، دلم میزند پر به دیدار دلبر، گدایم بر این در رسانید پیامم. هر که عاشق کربلاست، جنس دلش جنس تلاست، نوکر فاطمه شدن فقط کار اهل ولاست. ممنونم از غمت میخونم، کرده ای مهمونم، من به تو مدیونم. سار الله سار الله سیدی، سار الله سیدی، سار الله سیدی، سار الله سار الله سیدی، سار الله سیدی، سار الله سیدی، سار الله.